هنوز معلوم نشده که واقعا میخواهد به ایران بیاید یا نه. بحث در مورد ورودش به ایران خبرساز شده. مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، که از 3 سال پیش تا کنون ساکن لندن است. اول گفته شد که به خاطر سرکشی به واحدهای دانشگاه آزاد و سپس ادامه تحصیل. پسرای آقای هاشمی چه کار میکنن در کشور؟ کدوم یکی از وزرای بنده در دوره وزارتشون میلیاردر شدند؟ قبل از انتخابات 88 هم نامش در مناظرات انتخاباتی آمد. دستگاه قضایی ایران هم مهدی هاشمی را متهم کرد که در سازماندهی اعتراضات پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری 88 نقش پررنگی داشته. اعتراضات را سازماندهی کرده، از معترضین حمایت مالی کرده و خودش هم در میان آنها بوده. آقای مهدی هاشمی رفسنجانی اعتقاد داشتند که در انتخابات در ایران با پول بیت المال انجام میشه. در جریان برگزاری دادگاه‌های دست جمعی معترضان به نتایج انتخابات، اتهاماتی علیه مهدی هاشمی مطرح شد. بعدها برخی از متهمان اعلام کردند که تحت فشار و شکنجه مجبور به اعتراف شدند. وکیل مهدی هاشمی گفته موکلش شنبه شب اول مهر ماه به ایران باز خواهد گشت. گروهی از دانشجویان طرفدار حکومت گفتند که به فرودگاه خواهند رفت و همزمان با بازگشت مهدی هاشمی به ایران در فرودگاه دادگاه افکار عمومی تشکیل خواهند داد. آنها گفتند که آقای هاشمی بلافاصله باید بازداشت و محاکمه شود. انتخابات پرونده‌ای هستش و اقدام شده. سخنگوی قوه قضاییه هم در آخرین اظهار نظرش در مورد پرونده مهدی هاشمی گفته بود که اگر او به ایران بیاید قطعاً به پرونده‌اش رسیدگی خواهد شد. هاشمی رفسنجانی و خانواده‌اش در سال‌های اخیر تحت فشار بودند. از فحاشی به فائزه هاشمی و بازداشت و محکومیت زندانش گرفته تا محاکمه احتمالی دیگر فرزندش. مهدی هاشمی پیش از این گفته بود همه این فشارها به خاطر برخورد با پدرش است. لازم نیست در این شرایط ما افرادی رو به این نامی که الان هست تو زندان داشته باشیم. اجازه بدیم اینا بیان به خانواده هاشون برسن. پدری که به ترتیب امامت جمعه تهران، ریاست مجلس خبرگان و نفوذش بر دانشگاه آزاد را از دست داده، اما همچنان جایگاهی ویژه در میان رهبران جمهوری اسلامی دارد. به نظر می رسد که اکبر هاشمی رفسنجانی شرایط را برای بازگشت فرزندش مناسب دیده. کوروش صحتی، صدای آمریکا.